اکای داملا حاجی مرزا، در مسجد ما یک ملا داشتیم، نماز را نه سراستیمه می خوند و نه آهسته، یعنی میانه، و یک ملای دیگر داریم، او تیز می خواند، او را می خواهند، آیا گناهگار می شوند یا نه؟ شما چی توصیه می دهید؟ البته امروز مردم ما بسیار مانده شده است، بسیار اگر یک کار شیطانی باشد، اگر یک کاری که در او گناهگار می شود، اگر ساعتها راست دشمانی ساعتها می استد، لیکن برای نماز که اگر همین پیشواهایی که ما داریم، نمازهای همین چهار رکعته را اگر زور بخوانند یا 3 دقیقه می خوانند یا 2 دقیقه می خوانند، دیگر داریم او تیز می خواند، او را می خواهند، آیا گناهگار می شوند یا نه؟ شما چی توصیه می دهید؟ البته امروز مردم ما بسیار مانده شده است، بسیار اگر یک کار شیطانی باشد، اگر یک کاری که در او گناهگار می شود، اگر ساعتها راست دشمانی ساعتها می استد، لیکن برای نماز که اگر همین پیشواهایی که ما داریم، نمازهای همین 4 رکعته را اگر زور بخوانند یا 3 دقیقه می خوانند یا 2 دقیقه می خوانند، در همین مردم ما طاقت ندارد. حالا که رسول اکرم می گوید اسوء الناس سراقتن الذي يسرق صلاته، بدترین دزد گفته است پیغمبر دزد نماز است، بدترین دزدها دزد نماز است. قیل یا رسول الله کیف یسرق صلاته، گفتن ای پیغمبری خدا، آیا نماز را هم دزدیده می شود؟ حال لا یتم رکوعها ولا سجودها، کسی که اگر رکوع را پره نمی کند، سجده را پره نمی کند، پیغمبری خدا گفتن وای دزدی نماز است، وای از نماز دزدیده ایستاده است. از این خاطر من طرفدار همون ملا امامی هستم که نماز با حضور می خواند، نماز سراسیمه نمی خواند، لیکن اگر چی در بین قوم میخواند، پیغمبر خدا میگوید اذا اما احدكم الناس فليخفف فان فيه الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجه واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. این بسیار به مذهب ما نزدیک است که رسول اکرم میگوید کدام شما اگر ملا امام شدید، با عیسی که نماز سبک خوانید، یعنی سبکی که نیکی دیگر در 1 دقیقه تو 4 رکعت خوانی، یعنی رکوعات به حضور باشد، سجدهات به حضور باشد، زیرا این که در قوم گفت از پیغمبر آدمای ضعیف هستند، آدمای بیمار هستند، آدمای صاحب حاجت هستند، وقتی شما تنها گذار باشید بعد چقدر می توانید دراز خواندن گیرید، لیکن الحال ما می توانیم که یعنی به حضور، نه اونقدر تیز، نه اونقدر آهسته، بلکه همون میانه ای که همون ملا میخوانده است همون بهتر است، و همون ملا را در جای خودش گذارن انشاءالله ثواب میگیرن، و اگر شخصی را که برای تیز خواندن میارن در او گناهگار میشون. حاجی مرزای محترم، بگوید که رفتن زن به مزار آرامگاه درست است؟ در یک ثبت آواز شنیدم که کسانی که بفرزند هستند گناه کردن و باید از گناه های خود توبه کنند. نخواد همه بفرزند ها بسوی با گناه بفرزند باشند. نگاه قرآن در دنیا و آخرت برای بفرزند ها چیست؟ در یک کشلاق ناحیه واسع در اوچسکه نزد حولی قبرهای کهنه پیدا شد، حتی در آنجایی که قضای حاجت میکنند این خیل قبرها پیدا شد. شما با این چی میگویید؟ با احترام مخلص شما، یعنی رفتن زنها به مزارها من هست، باید که زنها البته به مزارها نروند، و این تاریخی که الحال مردها زیارت کرده ایستادن که خود گناهگار میشوند، باز این زنها که از مردها دیده ضعیفتر ایمان هستند. امروز مردم ما و شما وقتی به مزارها میرویم،
از بوسه کردن همان غیشتهایی که در اطراف مزارها هست، سنگهایی که در پیش مزارها هست، ما و شما از اونها بوسه میکنیم و اونها را مثال دستها را در بالای اون مزارها میگذاریم و در دیده ها میمالیم، اینها شرک به خدا هستند. شما در اینها گناهگار میشوید. مزارها را زیارت میکنین، طریق درست زیارت کنین. رفته در نزد مزار، در نزد مثال حضرت امیر سعید حمدانی که ما و شما امروز همه بسیارتر مثال در نزد او کس دعا و درود میکنیم، دعا کنیم که خداوند مغفرتش کند، خداوند گناه های او را ببخشد، نه اینکه شما از او کس مدد طلب میکنید، نه اینکه مثال من نزد تو آمدم برای که فرزند ندارم، فرزند برای من نصیب کن. باور کنی مشرک میشود انسان. حضرت امیر جان بنده خدا بود، فرزندهنده و فرزنده میگرفتگی همون ذات است و خلاص. فرزند در دست هیچ مزار و در دست هیچ اولیا و در دست هیچ پیغمبر نیست. خدا خود در قرآن میگوید. از این خاطر اون زنهایی که امروز باز با این لباسهایی که در بر دارن که وقتی وارد اون آرامگاه میشوند، چی غضبی اون حضرت بیدار میشود، چی غضبی در او پیدا میشود. از این خاطر به نهایت خوب میشود که نه ما دخترها ما نه در حالت عروس کردن پیش حضرت بریم که شرمنده میکنیم خود ما نه، و نه زنها ما نه اجازت دهیم که رفته در اونجا دعا کنند. همون پخت و پزی که زنهای ما و شما میکنن برای ارواح حضرت امیر جان، اگر در همون همسایه ها تقسیم کنین، انشاءالله وی از شما خوشنود می شود. من به شما وعده می دهم. روحانیتش خوشنود می شود و همسایه ها از شما برخوردار شوند. این برای شما بهتر است. باز می گویم که حضرت امیر جان طرفدار قلمه نبودن، طرفدار گوسفند نبودن، طرفدار مال دنیا نبودن. اگر اونها از پی اینها می گشتن، امروز نامی او در عالم مشهور نمی شود. امروز حضرت سلطان ویسی قرنی را حکایه میکنم، بچه ها ما کنه رفتیم، میگوید میروی در بالای سبزگاری ها و کت های همون مزار، زنها خواب هستن. این است نتیجه رفتن زنها به مزارها، در همونجا خواب است. این خواب است، یک پاش بیره میشود، یک کرتش بالا میشود. آیا شرمندگی نیستم؟ این صدها مرد باید تماشا میکند. باز از همه بدبختیش همین است که در همون جا یک چشمه بوده است، چشمه بوده است، یک جوان در همین جا، یک جوانی با عقل است در همین بین شما هست، آمد بر من گفت که داملا گفت من همون یک چشمه بوده است در همون حضرت سلطان ویسی قرنی که میگه چشماتا میپوشی و دستا در همون داخل چشمه میپرتاید و چند سنگه که اگر در دستت آمد همون قدر فرزند خدا بر تو میدهد. من دستم پرتافتم، در دستی من یک شیشه آمد، خلاص. من گفتم بسیار بنده نیکبخت بوده ای تو، بسیار بنده نیکبخت بوده ای که خداوند بر تو نشان داد. اگر دستم میبرید باز من خرسندتر میشدم، که یعنی به تو جزا داد که تو بیدار شو که در اینجا فرزند نیست. تا کهی ما و شما اینقدر بی‌مدنیت و بی‌عقل هستیم؟ اینقدر ایمان ما و شما ضعیف است که ما و شما از یک چشمه دست همه پرتای چند سنگی آمد صاحب همونقدر فرزند می شده ای تو؟ پس این قدرت پروردگار کجا می شود؟ اینا در شما باور نکنیم. پدرای عزیز، من به خدا قسم، انشاءالله من جمعه آینده یک برادر در باب شرک و من سوال کرده است، من در باره شرک کمی با شما صحبت میکنم. اینا شرکی به خدا هستند. این است نتیجه زنهای ما و شما به مزارها رفتند. این چیگونه مردی است که زنی من از همینجا میخیزد خوالینگ زیارت میرود، من خود در خانه هستم، زیارتی حضرت سلطان ویس قرنی برای زن مهم نیست. وی کار اکند که همین شوهر یک بار خندش بیاید
وی هزار سلطان ویس قرنی را زیارت کردگی است. برای زنهای ما و شما زیارت شوهر مهم است. شوهر تا زیارت کن، شوهر تا دعاش بگیر، شوهر خوب استقبال کن، از هزار رفتن پیش سلطان ویس قرنی برای تو افضل تر است. این خدا میگوید. افسوس، افسوس که چی مردهامون و چی زنهامون از تعلیم و از معرفت دور شدیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین یا رب العالمین.